انسان چی زمانه در مریخ ساکن می شود؟ با سلام و درود خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال خبری اسپیس اندسترونومی. امید است آخر ویدیو ما را همراه باشید. فناوری موشکی امروزی خدمه را با سفینه به فضا می برد که به اندازه کافی بزرگ است و می تواند سوخت و سایر تجهیزات مورد نیاز را طی بیش از 8 ماه به مریخ ببرد. با این حال طبق محاسبات محققان یک سفینه فضایی با پیشرانه های یونی با قدرت 200 مگاوات ممکن است مدت زمان این سفر را به 39 روز کاهش دهد و به ماموریت ها اجازه می دهد تا سفینه های کوچکتر را به کار گیرند یا تجهیزات بیشتری را حمل کنند. اغلب پیشرانه های یونی کنونی مستقر در فضا که عمدتا در ماهواره ها استفاده شدند تقریبا 1 کیلووات نیرو تولید می کنند، اما هدف چین بسیار بلند پروازانه تر است. اما پیشرانه های یونی چگونه کار می کنند؟ یک پیشران یونی با شتاب بخشیدن به یون ها با استفاده از الکتریسیته رانش ایجاد می کند. این پیشران با حذف برخی الکترون ها از اتم ها یک گاز خونسا را یونیزه می کند و ابر از یون های مثبت ایجاد می کند. پیشران یونی هنگام روشن شدن بخارهای آبی رنگ را ایجاد می کند که در اثر ذرات فوق العاده داغ و دارای بار الکتریکی که با سرعت بیش از 30 برابر سرعت صوت از موتور خارج می شوند ایجاد می شود. البته نکته منفی این پیشران ها آن است که این ذرات باردار می توانند اجزای موتور را تخریب کنند، طول عمر ماهواره را کاهش دهند و احتمالا فضانوران را در معرض خطر قرار دهند. علاوه بر این رانش ایجاد شده توسط آنها معمولا نسبتا کم است. با این حال آکادمی علوم چین می گوید آنها راه برای کارایی عملکرد کارآمد آن پیدا کردند. دانشمندان چینی این پیشرانها را تحت آزمایشات دقیق تر قرار می دهند تا مطمئن شوند موتورها می توانند در برابر صدمات ناشی از ذرات مقاومت کنند. آنها با قرار دادن یک میدان مغناطیسی بر روی دیوار داخلی موتور برای دفع ذرات آسیب رسان توانستند از موتور در برابر فرسایش محافظت کنند. آنها همچنین یک ماده سرامیکی منحصر به فرد ساختند که برای مقاومت در برابر گرما یا تابش شدید برای مدت زمان طولانی طراحی شده است. گزارش شده است که پیشران یون ساخته شده توسط محققان چینی بیش از 11 ماه بدون مشکل و بدون وقفه کار کرده است. با بلند پروازانه تر شدن برنامه های فضایی در سراسر جهان جالب خواهد بود که ببینیم آیا می توان از این پیشرانه های یونی برای سفرهای فضایی استفاده کرد. با سپاس فراوان از اینکه تا آخر ویدیو ما را همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین اخبار فضا و نجوم آگاه شوید، پس کانال خبری اسپیس اندسترونومی را لایک و سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید.